السلام علیک یا علی بن مسلسل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. جلساتمون راجع به اخلاق اقتصادی بود، سفارشاتی برای تولید، برای توزیع، برای مصرف. جلسه قبل راجع به مصرف مطالبی گفتیم که امام صادق علیه السلام وارد حمام شد، صاحب حمام گفت نخلیه لک، حمام رو خلبت کنیم برای شما، قرق کنیم. فرمود نه، ان المؤمن خفیف المولى. مؤمن که نباید گیر خودش بشه. بلایی که الان خیلی از مسئولین ما گرفتارشن که مثلا یک استخری که میتونه 50 نفر 100 نفر توش شنا کنن، برای 5 تا مدیر کل یه زمان خاصی رو میذارن و کل استخر کرایه میکنن برای 5 نفر. حالا اگر معاون مدیر کل رفت شنا کنه باطل میشه، چون میگن نه، ما سطح مدیر کله، معاون وزیریم، باید استخرمون خصوصی باشه. نه، مصرف های که تو حزب اللهیان متاسفانه پیدا شده. خب یا مثلا هواپیماهایی هست که صندلی های جلو بشه خود گشادتره، قیمتش هم بیشتره. یا آقا میخواد بره مسافرت، مثلا برای که یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت تو هواپیما صندلیش یکی گشادتر بشه، یعنی صدها هزار تومان میده. حالا عجیب خودش بشه طوری نیه، میگه نه، چون من جایگاهم یه همچی جایگاهی هست، پس باید صندلی های گشاد رو بگیرم که پول بیشتری بدم، ولو از بیت المال شأنم حفظ بشه. اینها مصرف هایی است که باید آقایون قیامت جواب بدن. خب مسئله دیگه این که مصرف باید اسراف نباشه، بردوی پاش نباشه. حدیث داریم من افتخر به تبذیر احتقر به افلاس. کسی که با ولخرجی میخواد افتخار کنه، من بیا ای پول، اینایی که برده به پاش میکنن تا پوز بدن، میگه همین آقای که با پول و رخت و پاش پوز داد، یه زمانی به گدای خود افتید. عربی هم میفهمید شما معناشو. من افتخره، کسی که افتخار کنه پوز بده به تبذیر، با برده به پاش پوز میده، احتقر به افلاس، یه زمانی هم مفلس خواهد شد، فقیر خواهد شد، تحقیر خواهد شد. گاهی وقتا مثلا ما میخوایم عروس ببریم، به فامیل عروس بگیم خونه داماد فلان منطقه، از بانک ها وام میگیریم، از صندوق های قرض دولتانه وام میگیریم، پرلو هر کس و ناکسی گردن خم میکنیم که مثلا تو فامیل عروس بگیم خونه ما فلان منطقه است. ماشین های گرون اجاره میکنیم تا بگیم برای عروس بردن چند تا ماشین بوده، شما 4 تا ماشین دادیم، ما 35 تا ماشین بوق زدیم تا عروس بردیم. بعد برای پولش گدایی میکنیم. مصرف هایی که برای پوز دادنه. اگه کسی یه لباسی بپوشه که همه نگاش کنن، لباسش لباس عادی نباشه، لباس این لباس شهرت هم حرامه. حتی من یکی از هم لباسا خودمو دیدم لباسش غیر معمولیه، تلفنشو پیدا کردم، زنگ زدم گفتم این چه لباسی بود پوشیده بودی؟ خیلی لباس شهرته. لباس شهرت یعنی هر کسی چی؟ حدیث داریم پیغمبر ما جوری میشست که یه غریبه که به من نگاه میکنم گفت نه، اینا کدوماشو اینا پیغمبرن؟ ایکم رسول الله، کدوما تو پیغمبرید؟ الان تو اداره ما چجوریه؟
اتاق با 12 متر بشه، اتاق فلانی پستش بالاتر 24 متر، اتاق معاون اقدر، اتاق شخص اول وزیر وزارت اقدر. یعنی الان اتاقها رو بر اساس مقام تقسیم کنیم. نمیگیم این اتاق روزی چند نفر بهش مراجعه میکنن. ممکنه اتاق مدیر کل باشه ولی روزی 11 نفر برن توش. اتاق یه آدم کارمند عادی باشه ممکن روزی 50 نفر برن توش. تقسیم اتاق بر اساس مراجع کننده، نه بر اساس پوز و عنوان. خیلی وضعمون خرابه. ما نه شرقی هستیم، نه غربی هستیم، نه مسلمان درست حسابی. دست به هر جا میزنی میبینی با قرآن فاصله داری. با قرآن فاصله داری. با روایات فاصله داری. دوری از تفاخر. ما ساختمون که میشه سعی میکنیم نمای ساختمون رو رو جوری بسازیم که هر که اومد بگه این خونه مال کیه، سوت بکشه. گاهی وقتا یه مثلا بلال تو این خیابون ارزونتره، تو خیابون گرونتره. یه عروس و داماد مثلا ماشین میگیرن میرن اونجا که وقتی حرف میزنن بگن من رفتیم مثلا دم پل تجریش بلال خوردیم. حالا بلال پل تجریش رو میدونه شوش یکشه. یه مثلا دلش خوشه. ما خیلی علکی خوشیم. واقعا علکی خوشیم. خیلی پولا بر اساس پوز. شیخ انصاری رو شاید شنیده باشید. یک عالمیه که 30 سال داره. هر که فقیه شده با خوندن کتاب شیخ انصاری مجتهد شده. ایشون طلبه گمنامی بود. رفت آرایشگاهی سرشو ماشین کنه. نیم ریال داد. چند سالی گذشت شد سقط الاسلام، بازم نیم ریال. بعد سقط الاسلام چیه؟ حجت الاسلام. باز نیم ریال داد. بعد حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین. باز نیم ریال داد. بعد شد آیت الله. باز نیم ریال. آیت الله عظما. ای آرایشگاهیه گفت 30 سال پلو من سرت اسلام میکنی همش نیم ریال دادی. تو یه وقت طلبه بودی گمنام. الان آیت الله عظما شدی. شیخ انصاری گفت که بله من علمم زیاد شده ولی مساحت سرم که زیاد نشده. شما سر منو اسلام میکنی باید بر اساس مساحت سرم پول بگیری. نه بر اساس اینکه این عرض کنم بزرگ شما که خب دوری از اشرافیگری. قرآن میفرماد که افرادی در قیامت گرفتار باد سوزنده میشن. باد کشنده، آب سوزنده. میگیم چرا؟ میگه اینایی که ولخرج بودن. بخونید شما آیش و فی سموم و حمیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في سموم وحميم. باد سخت، آب داغ. وظل من يحموم. دود غلیظ. لا بارد ولا كريم. خب این باد سوزان و آب داغ و دود غلیظ برای چی؟ میگه گناهش بود. اینا ولخرج بودن. انهم کانوا قبل ذلك. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. مترف یعنی ولخرج. ولخرجی دنیا دوزخ قیامت را داره. خب در مصرف بیت المال جود الولات به فیع المسلمین جورن. مسئولین مملکتی که از بیت المال ریخت و پاش میکنن جورن. اینا ظلمه. میخوای افطاری بده از پول خودت بده. از پول دولت افطاری میده. از پول دولت عیدی میده. جود الولات. نگن فلانی آدم سخیه. از کجا داد؟ از کجا داد؟ جود الولات یعنی جود مسئولین، برزباش مسئولین به فیع المسلمین از بیت المال جورن و خطر.
خیانت است و ظلم. خب امیرالمومنین نوشت به استاندارا، فرماندارا، ادق و اقلامکن، نوک قلمتون رو تیز کنید، قارب و بین سطورکن، نامه هاتون رو سطراش تنگم بنویسید، وحذفوا عني فضولكم، حرف زیادی نزنید، وقصدوا قصد المعانی، کلمات گفت کم گوی و گزویده گوی چون در. بعد میگه که فإن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، بیت المال تحمل این همه ضرر نداره. چی میگم؟ میخوای نامه بنویسی آقای استاندار، فرماندار، مثلا میخوای یه حکم بدی، به همین کاغذ بسته، میشه یک کاغذ بزرگ هم نوشه. الان لوح تقدیر میدن، خود مقوا و جلدش قیمتش بیش از چیزی که توشه. فرمود سطراتون رو کنار هم بنویسید، حرفای زیادی رو نزنید. یکی از سفارش ها اینه که در مصرف چشمم چشمی نگاه نکنید. آیه چشمم چشمی اینه، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. يا ايام داريم لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. دو تا آیه براتون خونده شد، در خرج نگاه نکن کیه چه جور کرد، را خود تو برو، خیلی کار به رسم و رسومات نداشته باش. میخواد هدیه کنید، چیز ماندگار هدیه کنید، نه چیزی که مصرفش تموم میشه. طرف بچه دار شده، یک کتاب کودک آقای فلسفی برش برد که چگونه بچه منو تربیت کنه. عروس شده، یک کتاب آیین همسرداری آیت الله ابراهیم امینی ببر. یه چیزی نبرید که پرپر بشه. فرق ما با شاه عباس چیه؟ شاه عباس 400 سال پیش کارم سرا ساخته، هنوز تو بیابونا هست. ما بنر میزنیم فردا جر پاره میکنه، خیلی بلخرجی میکنیم. خدمت مقام معظم رهبری بودم، میخواست نماز بخونه، گفت لامپا رو خاموش کنید، همین جایی که نماز بخونیم روشن باشه کافیه. یه وقت آمده رفته، میخوان فیلم برداری کنن، خب همه جا روشن باشه. اما الان که میخوایم نماز بخونیم، همین مقدار که روشن ها باشه، باقی لامپا رو خاموش کنیم. خاطراتی از مصرف امام براتون بگم. خونه امام کجا بود؟ آخرین خونه که وصل به باغهای قم میشد خونه امام بود. من تقریبا 50 سال پیش طلبه شدم، رفتم قم، خونه امام بعد از خونه امام باغ بود دیگه. این خونه امام بود، وسط شهر، دبه چار راست، سبر، دوبر، این حرفا نبود. کتاب ها امام چقدر بود؟ امام کتابخانه مفصل داشت. حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه میگفت امام کتاباش از 200 بیشتر نشد. محل درسش تو مسجد اعظم و تو حرم حضرت معصومه و اینا نبود، یه مسجد بود کاشیکاری هم نبود، فقط آجر کوچیک، یه مسجد کوچیک آجری بود به نام مسجد سلموسی، محل درسش هم اونجا بود. که بریم مثلا اونجا که آقای بروجردی درس میده، زمانم اونجا درسمون شروع کنیم. استفاده از فرصت، صرفه‌جویی در زمان. حاج آقا مصطفی میگفت وقتی امام از تبعید شد به ترکیه و از ترکیه تبعید شد به عراق، بنده طلبه نجف بودم، رفتیم خدمت امام کاظمین. این کلمه رو حاج آقا مصطفی پسر امام میگفت، میگفت امام پا شد پرده رو کشید که نور از تو حیات بیاد تو اتاق. اون مسئولین امنیتی ترکیه گفتن به ما، گفتن شما از نور خورشید حق ندارید استفاده کنید، پرده رو بکشید، لامپ روشن کنید.
او زمانی که امام حق نداشت از نور خورشید استفاده کنه با لامپ مطالعه میکرد، یه دو فقه نوشت به نام تحریر الوسیله. تحریر الوسیله حضرت امام یک کتاب فقهیه که ایشون در اتاقی که حق استفاده از خورشید نداشت نوشت، صرف جویی. من طلبه نوبی بودم، ایشون در بیانشون چون سال 42 بود به نظرم، فرمود من دیشب یک ساعت بیشتر نخوابیدم. از سر شب تا صبح به علمای بلاد، علمای شهر رسولان نامه نوشتم، به فریاد اسلام برسید، به فریاد اسلام برسید. رساله شو امام خودش چاپ نکرد، بعضی از طلبا شاگرداش پول رو هم گذاشتن رساله امام چاپ کردن، خودش برای مرجعیت خودش اقدام نکرد. از پدرش یه قطع زمینی در خمین ارث گرفت. چی دارم میگم؟ مصرف امام. چون به امام جمعه خمین نوشت این قطعه زمین ارثی پدرمی رو قطعه قطعه کن بده به فقرای خمین. امام به مرحوم مدرس خیلی عشق می‌ورزید. وقتی عکس مدرس رو اسکناس ها آوردن گفتن بدیم به امام خوشحال میشه. اسکناس رو دادن گفتن آقا عکس مدرس رو آوردیم رو اسکناس ها. امام یه نگاه کرد و فرمود ارزش مدرس به اینی که عکسش رو اسکناس ها بیفته، مدرس ارزشش چیز دیگه است. امام هرچی نیاز بود می‌نوش. یه منحرفی بود به نام کسروی، یه اشکالاتی کرد به اسلام، امام درسشو گذاشت کنار، اشکالات اونو جواب داد و جوابش هم چاپ شد به نام کتاب کشف اسرار. کشف اسرار اولین کتاب امام، پاسخ به شبهات کسروی. آخه بعضی الان تو دانشگاه ما همینطوره، ای استاد هرچی بلده میگه، کار نداره که این نیاز جامعه هست یا نیست. اصلا مشکل ما همینه، دانشجوی ما چیزایی میخونه و استاد ما بعضیاشون نه همه چیزایی میگه که جامعه چیزی دیگه میخواد، شاگرد چیز دیگه میخونه. مثلا بنده بچه کاشونم، کاشان شخصی رو داره برام فیض کاشانی. امام فرمود فیض کاشانی به قدری کتاب علمی نوشته که ما از ورق زدنش مچمون درد میگیره. بری بچه های کاشانی فیض کاشانی نمیشناسن. بچه های تبریز میدونن علامه امینی کیه؟ بچه های تبریز میدونن علامه طباطبایی کیه؟ علامه طباطبایی و علامه امینی صاحب ارغدی، صاحب المزار، اینا بچه تبریزن. تبریزی ها اینا رو میشناسن جموناشون. امام آمد تو سالون نماز بخونه، نگاه که پشت سالون دید کفشا زیاد اینجاست، نگاه به کفشا کرد و برگشت گفت بگید نماز فرادا بخونن. گفتن چرا؟ اصلا تو سالون منتظر شما. گفت من خواسته باشم بیام تو سالون باید پامو بذارم رو کفش مردم، من پامو رو کفش مردم نمیذارم. گفتم آقا من خودم کفشا رو کنار میذارم. بفرمایید. گفت کفشا رو کنار میذنی بعد که برمیگردن مردم دنبال لنگ کفششو میگردن، عمر مردم تلف میشه، بگید فرادا بخونن. ببین دقتا رو میبینید چی؟ دقتا رو میدونید چی؟ خب امام پاریس بودن، هنوز ایران نیومده بودن. یک کسی از اینا که رفته بود دیدن امام اونجا یه گوسفند خرید و تو خونه که امام بود ذبح کرد و یه نهاری رو انداختن. به امام گفتن امروز یک گوسفند کشتیم. فرمود میگه قانون فرانسه نمیگه گوسفند تو خونه نکشید. در فرانسه کشتن گوسفند تو خونه ممنوعه. به حال ما کار به قانون فرانسه ندارم. گفت نه، قانون اینجا رو باید مراعات کرد. من از این گوسفند نمیخورم. امام از اون قضا نخورد. گفت باید حفظ قانون بشه. قانون فرانسه وقتی قانونش اینه که تو خونه گوسفند نکشید، منم نباید بکشم. این دقت ها رو باید بکنیم. خیلی فاصله داریم. امام در وصیت نامش فرمود اگر تقصیری یا قصوری داشتم از خدا استغفار میکنم و از مردم پوزش میطلبم.
امام ما در وقتی میخواست بره رو به قیامت از همه شما عذرخواهی کرد. خیلی خوشم آمد. دوستو تابلو دیدم ای جوانا یا غیر جوانا که میمیرن یه هجله‌ای میدارن دم کوچه‌اش، دم محله‌اش، محل کارش. عکس این مرحوم رو میکشن زیر سنت حلالم کنه. هر که میاد بره عکس رو میبینه میگه حلالش کن. این کلمه حلالم کن چیز خوبیه. از خانمتون عذرخواهی کنید. از بچه‌تون عذرخواهی کنید. نگید بچه منه. من پدرم حق دارم. پدر حق پدری داره، اما حق نداره بچه‌ش. برو گم شو. حرف نزن. مادر حق مادری داره، اما حق نداره دخترش رو تحقیر کنه. این بچه رو می‌بینی جون منو به لب آورد. این بچه رو می‌بینی هی شروع می‌کنه روبرو مهمونا از این بچه‌ش هی دخترم بچه همتون نگاه می‌کنه به مادرش. نکنید کارو. غیبت حرامه. بزرگم غیبت بچه‌ش بکنه غیبته. ایتونی که اگر پدر بزرگ جایز باشه غیبت کنه. پدر بزرگم اگر گویی بچه لوسیه غیبت کرده. یه بچه شکموه، یه بچه پرخوابه. اگر ای به بچه‌ش و به هر کس بگه نمیتونه بگه چون پدرم پدر بزرگم مادر بزرگم حلاله. غیبت حرامه ولو آدم غیبت نمیش خودشو بکنه. حق بچه رو پامال نکنید. نگود ما پیرمردیم. ما الان تو خونم بچه که حرف نمیزنه. اصلا یه آیه داریم بچه حرف باید بزنه. تو میگی بچه حرف نمیزنه. یه آیه داریم آیه که میگه بچه حرف بزنید. کدوم آیه؟ لقمان به پسرش گفت یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف. یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابک. یا بنی بچه کوچولو اقم الصلاة نماز بخون. بعد نمیگه آت زکات، چون بچه که پول نداره که زکات بده. به بزرگا میگه اقم الصلاة آت زکات. بری بچه که پول نداره میگه اقم الصلاة و امر بالمعروف، یعنی امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن. اگر هم گفتن بچه حرف نمیزنه تو ذوقت زدن مقاومت کن. واصبر علی ما اصابک، چون ممکنه یه بچه برو تو یه دهنش بو شیر میزنه میاد فضولی میکنه. اگر هم تو ذوقت زدن تو مقاومت کن. واصبر علی ما اصابک، یعنی ممکنه امر معروف و نهی از منکر بزنی نیش بد بزنه، ولی تحمل کن. خب امام وقتی انقلاب کرد در یکی از سخنرانی‌هاش فرمود من دست مراجع را می‌بوسم. دفعه دیگه که سخنرانی کرد گفت اینی که گفتم دست مراجع را می‌بوسم مال اون هفته‌های قبل بود، امروز اعلام می‌کنم من دست بقال‌ها را هم می‌بوسم. این تواضع می‌بینید؟ تبازش. امام داشت ایام عاشورا بود، آقای کوثری روزه میخوند، امام هم به طور طبیعی داشت گریه میکرد، دستمالی دستش بود گریه میکرد. وسطی که کتفش تکون خورد و گریه میکرد از گوشه لبش ترشحی پیدا شد. امام یه دستمال دیگه داره برد از زیر اون دستمال لبشو پاک کرد. رفته بودم بیمارستان، دیدم پزشکا چقدر تعریف کردن. گفتن ما کار نداریم، امام فقیه هم مرجع تقلید عارف و فیلسوفه، او القاب مال شما آخونده. من به عنوان پزشک نگاه کردم، دیدم امام به قدر دقیقه که دستمال اشکش با دستمال آب دهنش جداست. حاج احمد آقا میگفت امام آب خورد، نصف لیوان آب گذاشت مصرف رو میگن. یه دستمال کاغذی گذاشت رو لیوان، گفت که عصری تشنم میشه اون نصف آب رو میخورم، چون دور ریختن نصف لیوان آب اسراف و اسراف گناه کبیره. نصف لیوان آب صبح میخورن، نصف لیوانشو کاغذ میذاردش عصری بخوره. ما چه میکنیم تو دارو، تو لباس، تو بنزین، تو ماشین، تو آب، تو برق؟ حتی مذهبی های ما شیر با میکنه، همینطور که صورت چیم شده شیر هم تو میره. بابا شیر با کردی ببند، اسراف گناه کبیره است. خدایا عمرمون رو اسراف کردیم، جوانمون رو اسراف کردیم، خیلی اسراف کردیم.
گذشته ما را ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله.